سلام، پارمیدا باقری هستم، مدرس شیمی. از مجموعه آموزشی مهتا در خدمت شما عزیزان هستیم با جمع‌بندی شب امتحان شیمی پایه 9. بریم فصل 1 رو با هم بررسی کنیم. مواد، هر آنچه که دارای جنس و حجم باشه ماده نام داره. مواد به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم میشن. مواد خالص خودشون مجدد دو دسته میشن، عنصر و ترکیب. عنصرها از یک نوع اتم درست شدن، ترکیب از دو یا چند نوع اتم درست شده. دقت بکنین عزیزان، نوع اتم برای ما مهم هست. خب میریم سراغ عنصر. عنصر خودش به دو دسته فلز و نافلز تقسیم بندی میشه. فلز ها یک سری ویژگی ها دارن، مثلا سطحشون براقه، رسانا هستند و همچنین چکشخارن، یعنی قابلیت شکل پذیری رو دارن. نافلز ها برعکس فلز ها کدر هستند، نارسانا هستند و همچنین در اثر ضربه خورد میشن. خب این از فلز و نافلز. یکی از فلزهایی که امروز بسیار پرکاربرد هست و در کتاب شما بهش اشاره شده مس هست با نماد CU. مس به دلیل ویژگی هایی که داره، یعنی 1. قابلیت مفتول شدن، 2. رسانایی بالا و 3. مقاومت در برابر خوردگی، امروز کاربردهای متنوعی داره. در سیم کشی برق، ظروف، دستگیره درها و غیره ازش استفاده میشه. پس یکی از این فلزات مهم که کتاب برای شما معرفی کرده فلز مس هست. بریم ادامه. واکنش پذیری فلزات. فلزات واکنش پذیری های متفاوتی دارن. برخی فلزات دوست دارن زیاد واکنش بدن و وارد واکنش میشن. برخی از فلزات خیلی آهسته و آروم وارد واکنش میشن. برخی دیگه هم اصلا تمایلی به انجام واکنش رو ندارن. میریم اینجا واکنش پذیری فلزات رو با اکسیژن مورد بحث قرار میدیم. فلزاتی مثل آهن، مس، روی با اکسیژن واکنش میدن اما بسیار آهسته. فلزی مانند منیزیم با اکسیژن واکنش میده بسیار تند و سریع و فلزی مثل طلا اصلا تمایلی به انجام واکنش با اکسیژن رو نداره. به عبارتی واکنش طلا با گاز اکسیژن هیچ فراورده‌ای رو نداره. اگر میخوایم یک طبقه بندی بکنیم واکنش پذیری این چند تا فلز رو، دقت کنیم به این قسمت. از همه بیشتر منیزیم، روی، آهن، مس و طلا هستش. لطفاً این چند تا فلز رو به خاطر بسپارین، حتما سرعت واکنش پذیریشون رو. خب بریم ادامه بدیم. تمام این مباحثی رو که گفتیم ما اومدیم اینجا براتون جمع‌بندی کردیم. گفتیم منیزیم به شدت وارد واکنش میشه. به طور مثال اگر در شعله چراغ قرار بگیره به سرعت میسوزه، نور خیره کننده ای رو هم ساطع میکنه. طلا اصلا تمایلی نداره با اکسیژن وارد واکنش بشه. بریم سراغ آهن و مس. ظروف آهنی زودتر زنگ میزنن یا ظروف مسی؟ میریم به واکنش پذیریشون دقت میکنیم. میگیم آهن واکنش پذیری بیشتری رو نسبت به مس داره. FE واکنش پذیریش بیشتر از مس یا CU هست. در نتیجه ظروفی که از جنس آهن هستن سریعتر زنگ میزنن نسبت به ظروفی که از جنس مس هستن، چون واکنش پذیری آهن بیشتر و سریعتر از مس هست عزیزان. خب این از فلزات. بریم راجع به یک سری از نافلزات صحبت کنیم. اولین نافلزی که کتاب شما معرفی کرده اکسیژن هست. اکسیژن با نماد O8 به صورت مولکول‌های دو اتمی یا سه اتمی وجود داره. مولکول دو اتمی اکسیژن میشه O2
که برای تنفس ما ازش استفاده میکنیم. مولکول سه اتمی اکسیژن میشه O3 یا گاز اوزون که دوتا چهره داره، یه چهره خوب و یک چهره بد. چهره خوب در لایه‌های بالای جو و از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش جلوگیری میکنه. چهره بدش در لایه‌های پایینی جو هست و به عنوان آلاینده و آلودگی شناخته میشه. کاربرد O3 یعنی مولکول سه اتمی اکسیژن، همون اوزون رو فراموش نکنید، خیلی مهم هستش. بعد از این میخوایم بریم با سولفوریک اسید آشنا بشیم. سولفوریک اسید با نماد H2SO4 شامل هیدروژن، گوگرد و اکسیژن هستش. یه سری کاربردها داره، به طور مثال در رنگ، در چرمسازی، در خودروسازی برای کودها استفاده میشه. کاربرد سولفوریک اسید و همچنین نمادش رو فراموش نکنین عزیزان. در ادامه میخواییم با گوگرد آشنا بشیم. گوگرد S16 جامد زرد رنگ در کجاها یافت میشه؟ در دهانه آتشفشان‌های نیمه فعال یا خاموش. پس گوگر جامع، نافله، زرد رنگ، مکانی که وجود داره. بریم سراغ نیتروژن. نیتروژن خیلی حرف برای گفتن داره. اولین موضوعی که راجع به نیتروژن می‌خوایم بگیم چرخه نیتروژن هستش. بدن همه موجودات زنده به ترکیبات نیتروژن دار نیاز داره، اما با توجه به اینکه هوای اطراف ما درصد بسیار زیادی رو هم نیتروژن درونش داره، بدن موجودات نمیتونه به طور مستقیم نیتروژن رو جذب بکنه. بنابراین در لایه‌های بالایی وقتی رعد و برق رخ میده، نیتروژن و اکسیژن با هم واکنش میدن، از طریق بارش باران به سطح زمین میرسن. وقتی که این مواد به سطح زمین و خاک ها رسیدن، باز هم گیاه نمیتونه جذبش بکنه. یه سری باکتری ها وجود دارن که این باکتری ها این ترکیبات رو به صورت ترکیب های قابل جذب برای گیاهان در میارن، به صورت ترکیبات نیترات. حالا گیاه میتونه اون رو جذب بکنه، گیاه جذب میکنه، وارد گیاه که شد ما از گیاه تغذیه میکنیم، جانوران از گیاه تغذیه میکنن و این چرخه به طور مداوم و پیوسته ادامه پیدا میکنه. از طرف دیگه با مرگ موجودات زنده مجدد نیتروژن به خاک برمیگرده و این چرخه باز هم به طور مداوم و پیوسته به کار خودش ادامه میده. شکل رو نگاه کنین عزیزان، دقیقاً گویای همه این صحبت ها هست که چه اتفاقی میافته تا نیتروژن تبدیل بشه به ترکیباتی که برای گیاه قابل جذب باشه. حواستون باشه زمانی که بارش باران رو داشته باشیم و بارش و آب باران به سطح زمین برسه، باز هم نیتروژنش رو موجات زنده نمیتونن جذب کنن، گیاهان نمیتونن، حتما نیاز به این باکتریه دارن تا اون رو به ترکیبات نیتروژن دار قابل جذب برای گیاهان تبدیل کنه. این میشه چرخه نیتروژن. مراحلش رو لطفا به خاطر بسپارید. خب بریم ادامه بدیم. بریم راجع به نافلز دیگه به نام نیتروژن صحبت کنیم. خب نیتروژن نمادش هست N7. گاز نیتروژن به شکل مولکول دو اتمیه، یعنی N2. یکی از مهمترین کاربردهایی که گاز نیتروژن داره تولید آمونیاک هست، NH3. گاز نیتروژن با گاز هیدروژن وارد واکنش میشه و آمونیاک یا همون NH3 رو تولید میکنه. بسیار این واکنش شیمیایی مهم هست. حالا گاز آمونیاک چه کاربردهایی داره؟ گاز آمونیاک در تولید مواد منفجره و همچنین کودهای شیمیایی بسیار کاربرد داره. خب
بریم ادامه. همچنان داریم با نافلز هایی که کتاب معرفی کرده آشنا میشیم. نافلز بعدی فسفر هستش. فسفر با نماد P15 در کبریت استفاده میشه و کربن با نماد C6 در نوک مداد استفاده میشه. نافلز بعدی فلور F9 در خمیر دندان استفاده میشه. کارش در خمیر دندان چیه؟ از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه. بریم سراغ کلور. کلور با نماد CL17. کلور کلن خاصیت میکروب کشی، آفت کشی و ضد عفونی کردن رو داره. کاربرد این نافلس ها رو لطفاً به خاطر بسپارین عزیزان. میخوایم بریم کم کم سراغ جدول تناوبی عناصر یا طبقه بندی عنصرها. خب قبل از این بریم با مدل اتمی بور که قبلا آشنا هم شدیم یه یادآوری داشته باشیم. بور میگفتش که ما یه هسته داریم، درون هسته پروتون و نوترون قرار گرفتن، اطراف هسته مدار هست، روی مدار الکترون قرار گرفتن. البته هر مدار مقدار مشخصی الکترون رو روی خودش جای میده. مثلا مدار اول حد اکثر میتونه 2 تا الکترون رو جای بده، مدار دوم حد اکثر 8 تا، مدار سوم حد اکثر 18 تا الکترون رو میتونه روی خودش جای بده. یه نکته بگم خدمت شما عزیزان، برای اینکه بتونیم تعداد الکترون هر مدار رو به دست بیاریم از یه فرمول میتونیم استفاده کنیم. 2N به توان 2. N شماره مدار شماست. به طور مثال شما میگیم مدار 4 روم، خب میگیم 2 ضرب در 4 به توان 2. 4 به توان 2 میشه 16. 16 ضرب در 2 میشه 32. این 32 چیه؟ حد اکثر تعداد الکترونی هستش که روی مدار شماره 4 میتونه وجود داشته باشه. دقت کنین عزیزان، حد اکثر 32 تا، یعنی بیشتر از 32 تا نمیشه اما کمتر از 32 تا میشه. به طور مثال اگه ما میگیم مدار سوم 18 تا، یعنی کمتر از 18 تا مجاز هستیم الکترون قرار بدیم اما بیشتر از 18 تا مجاز نیستیم دیگه الکترون بخوایم قرار بدیم. خب طبقه بندی عنصرها، یکی از ویژگی هایی که دانشمندان بهش توجه کردن برای طبقه بندی عنصرها تا مطالعه رو برای ما آسان‌تر و راحت‌تر کنن، تعداد الکترون مدار آخر بود. دانشمندان تا تحقیقاتی که کردن گفتن عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخرشون با هم برابره، یعنی در یک گروه یا خانواده یا ستون قرار گرفتن. به طور مثال به این جدول دقت کنید لطفا، اینجا رو دقت کنید. همه اونهایی که در گروه 1 هستن تعداد الکترون مدار آخرشون 1 است، همه اونهایی که در گروه 2 هستن تعداد الکترون مدار آخرشون 2 هستش. زمانی که تعداد الکترون مدار آخر با هم برابر باشه که ما نتیجه میگیریم در یک گروه یا خانواده هستند، خواص مشابهی رو هم دارن. به طور مثال اینجا رو یه چند لحظه نگاه کنیم. مثلا داریم لیتیوم و Na. میخوایم ببینیم بین لیتیوم و سدیم آیا تشابهی وجود داره؟ آیا این دوتا شبیه به هم هستن؟ میرم مدل اتمی بورش رو رسم میکنم. میگم لیتیوم میشه 2 1، سدیم میشه 2 8 1. مدار آخرش رو میکشم بیرون، لیتیوم، اینم برای سدیم. میگم لیتیوم و سدیم چون تعداد الکترون مدار آخرشون با هم برابره، پس در یک گروه هستن، در یک خانواده هستن یا همون در یک ستون هستن، پس خواص مشابهی را حتما دارن یا شبیه همن. خب
از جدول تناوب. بریم ادامه بدیم عزیزان. در ادامه میخوایم بریم با کاربرد بعضی از عناصر آشنا بشیم در بدن. مثلا آهن در هموگلوبین خون وجود داره، سدیم و پتاسیم در فعالیت‌های قلب هستند، یود در تنظیم فعالیت‌های بدن و کلسیم برای رشد استخوان‌ها بسیار مفید و مؤثر هست. این هم کاربرد برخی از عناصر در بدن بسیار مهم. خب بریم ادامه بدیم. بریم راجع به پلیمرها یا بسپارها صحبت بکنیم. قبل از اینکه بخوایم راجع به پلیمرها یا بسپارها صحبت بکنیم، من یک موضوع رو خدمتتون بگم راجع به مولکول‌های کوچک و مولکول‌های درشت. ما یه سری مولکول رو داریم که بهش میگه مولکول‌های کوچک. تعداد اتم‌هاشون معین و مشخصه، مثل C-H4 H2O H2SO4 سولفوریک اسیدی که گفتیم. اما تعدادی هستند که تعداد مشخصی اتم رو ندارند، به اینها میگن درشت مولکول. پس بعضی ها مولکول کوچک هستن، بعضی ها درشت مولکول هستن. دسته ای از این درشت مولکول ها که یعنی از تعداد زیادی اتم درست شدن، بسپار یا پلیمر نام دارن. پس بسپارها یا پلیمرها دسته ای از درشت مولکول ها هستند که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یک دیگر به صورت یک زنجیره طولانی به وجود اومدن. اینجا رو نگاه کنین عزیزان، ما اگه تعدادی مولکول کوچیک رو داشته باشیم، به هم به صورت زنجیره متصل بشن، میشه درشت مولکول که بسپار یا پلیمر نام داره. به این واحدهای کوچیک مونومر میگن، یعنی به عبارتی به همین مولکول کوچیکا که به هم متصل شدن تا این زنجیره طولانی رو به وجود بیارن، درشت مولکول ما به نام بسپار رو به وجود بیارن، مونومر هم گفته میشه. پس تعریف بسپار، دسته از مواد حتما درشت مولکوله. حالا که درشت مولکوله، پس یه زنجیره بلندیه که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچیک به هم به وجود اومده. این بسپارها و پلیمرها خودشون دو دسته میشن، یا طبیعی هستند یا مصنوعی هستند. طبیعی میتونه منشأ جانوری یا گیاهی داشته باشه. اینجا رو دقت کنین عزیزان، این دسته‌بندی پلیمرها یا بسپارها هستش. حالا ببین سراغ این که اگر طبیعی بود یعنی جانوری یا گیاهی بود مثل چیا میشه؟ مثل پشم، گوشت و ابریشم و یا پنبه یا نشاسته. پس حواستون باشه پلیمرها یا بسپارها دو دسته میشن، یا طبیعی هن یا مصنوعی هستن. طبیعیشون دو تا منشأ دارن، یا منشأ جانوری هستش یا منشأشون گیاهی هستش عزیزان. خب بریم ادامه. ما در رابطه با پلیمر یا بسپارهای طبیعی صحبت کردیم، اما راجع به مصنوعی صحبت نکردیم. کتاب شما بسپار یا پلیمر مصنوعی رو گفته از نفت خام تهیه میشه و پلاستیک رو براتون نام برده. پس اگر از شما خواستن که یک بسپار مصنوعی رو نام ببرید، میگیم پلاستیک. حالا ما که بسپارهای طبیعی رو داشتیم، چه منشأ جانوری چه منشأ گیاهی داشتیم استفاده می‌کردیم، چه نیازی به بسپارهای مصنوعی یا همون ساخته دست بشر بود؟ دو تا علت داشت. این علتش اینها بودش که یک، بسپارهای طبیعی پاسخگوی نیاز بشر نبودن، با گذشت زمان جمعیت افزایش پیدا کرد، در نتیجه دیگه طبیعیات نیازگوی بشر نبودن، دانشمندان به این فکر افتادن که برن مصنوعی رو ایجاد کنن. و موضوع بعد بالا بودن هزینه بسپارهای طبیعی هستش. خب
ببین راجع به این وسپار مصنوعیمون که پلاستیک بود یکم صحبت کنیم. ما میدونیم که پلاستیک کاربردهای خیلی گوناگونی داره، در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، بسته‌بندی مواد و غیره. اما یه سری ضررها هم داره این پلاستیک. به طور مثال پلاستیک در محیط زیست دست نخورده باقی میمونه و اصلا تجزیه نمیشه. سوزاندنش هم بخارات سمی رو وارد محیط اطرافمون میکنه. پس وقتی دیدن دانشمندان این مشکلات رو داره پلاستیک، به فکر بازگردانی یا استفاده مجدد از پلاستیک افتادم که عملیات بازگردانی رو به شیوه های مختلف روی پلاستیک انجام میدم. جمع‌بندی و خلاصه فصل یک شیمی پایه نهممون تموم شد. بریم سراغ فصل دوممون. بریم فصل دوی شیمی پایه نهم رو با هم یک جمع‌بندی و یک مروری داشته باشیم. در ابتدا شما با کاربرد چند تا ماده نیاز هست آشنا بشین. اولین ماده ضد یخ یا اتیلن گلیکول هستش که کاربردش در رادیاتور خودروها هست. آمونیاک هست که توی فصل قبل هم باهاش آشنا شدیم، لطفاً کاربردش رو به خاطر بسپارین. اتانول هست که برای ضد عفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. آباهک هست برای اینکه مرباهایی مثل مربای کدو حلوایی ترد بشه ازش استفاده میکنن. پس لطفاً کاربرد این چهار تا ماده رو به خاطر بسپاریم. بریم شروع کنیم با یک نکته. ویژگی مواد به نوع ذرات سازندشون بستگی داره. بله، اینجا نگاه کنیم. پس اول از همه حواس هم به این نکته باشه. یه جدول داریم در اینجا، داره برای ما بررسی میکنه رسانایی چند تا ماده رو با هم. میگه آب مقطر رسانایی نداره، محلول نمک خوراکی یعنی نمکی که در آب حل شده و به شکل محلول در آب اومده رسانا هست، محلول شکر در آب نارسانا هست، اتانول نارسانا، کات کبود رسانا و اتیلن گلیکول هم محلولش نارسانا هستش. خب طبق نکته‌ای که گفتیم ویژگی مواد به نوع ذره‌های سازندش بستگی داره. الان یه سری مواد رسانا بودن، یه سری مواد نارسانا بودن. پس حتماً نوع ذرات سازندشون با هم فرق داره. همچنین نوع پیوندی که بین ذراتشون ایجاد میشه هم با هم فرق داره. تو این فصل میخوایم با انواع پیوندها که یک پیوند یونی هستش و دو پیوند اشتراکی یا کووالانسی هستش آشنا بشیم. بریم ببینیم هر کدوم از این پیوندها چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی رو دارن و چه موادی رو هم شامل میشن. همراه من باشین. خب بررسی حرکت یونها در آب. خب با یونها در پایه هشتم آشنا شدیم. یونها ذرات بارداری هستند، حالا یا بار مثبت یا بار منفی رو دارن. اینکه بارشون مثبت باشه اصطلاحاً بهشون میگفتیم کاتیون و اینکه بارشون منفی باشه اصطلاحاً بهشون میگفتیم آنیون. میگه اگر یون درون آب حل بشه به ذرات سازندش تفکیک میشه. اینجا رو نگاه کنین عزیزان، مثلا سدیم هیدروکسید و مس سولفات زمانی که در آب حل بشه یونهای سازندهشون حرکت میکنن و مواد جدیدی مثل سدیم سولفات و مس هیدروکسید رو میسازن. یعنی عملا اینجا جای سدیم و مس تغییر کرده چون یونها حرکت کردن. میریم جلوتر بیشتر متوجه این منظور میشیم. خب چرا محلول نمک رسانای جریان الکتریکی بود؟ زیرا
نمک وقتی در حالت محلول در آب در میاد، ذره های سازندهش تفکیک میشن و عامل رسانایی هستن. یعنی چی؟ اینجا رو نگاه کنید. NaCl یا همون نمک خوراکی زمانی که در آب حل میشه به یونهای سازندهش، یعنی Na یه بار مثبت به علاوه Cl یه بار منفی تفکیک میشه. ذره باردار با بار مثبت و بار منفی داریم، در نتیجه رسانایی رو هم داریم. خب الان این سوال براتون پیش میاد، NaCl مگه چه ویژگی داره که این اتفاق باید برای ذراتش بیفته؟ چرا اصلا NaCl از Na یه بار مثبت و Cl یه بار منفی درست شده؟ چرا از ذرات باردار درست شده؟ این اساس پیوندها هستش. اینجا رو دقت کنید. داد و ستد الکترون در پیوندهای یونی. با اولین پیوندی که داریم آشنا میشیم، پیوند یونیه. دقت کنید، در پیوندهای یونی حتما یک فلز در کنار یک نافلز قرار میگیره. این نکته خیلی مهم وجود داره. ذره ها وارد واکنش میشن تا پایدار بشن. اساس این پایداری رسیدن به قاعده هشتایی هستش، یعنی در مدار آخرشون هشتا الکترون داشته باشن. فلز ها برای اینکه به پایداری برسن، وقتی وارد واکنش میشن تمایل به از دست دادن الکترون دارن و رسیدن به قاعده هشتایی. نافلز ها تمایل به گرفتن الکترون دارن و در نتیجه با اون گرفتن برسن به قاعده هشتایی. تعداد الکترون مدار آخر بسیار برای ما مهم هست. پس اگر فلز و نافلز کنار هم قرار گرفتن، نوع پیوند بینشون حتما یونیه. حالا در پیوندهای یونی من باید یک ذره با بار مثبت و یک ذره با بار منفی داشته باشم. آنیون بار منفی و کاتیون بار مثبت هست. فلز و نافلز، فلز تمایل دارد الکترون از دست بده بشه کاتیون، یعنی بشه ذره‌ای مثبت. اما نافلز تمایل داره الکترون بگیره بشه آنیون، یعنی ذره‌ای با بار منفی. پس فلز و نافلز پیوند یونی. پیوند یونی از اسمش مشخص، ذرات سازندش یونن. حالا کدوم بشه یون با بار مثبت، کدوم بشه یون با بار منفی؟ فلزه میگه من الکترون از دست میدم، بارم مثبت میشه و پایداری میرسم. نافلزه میگه الکترون میگیرم، بارم منفی میشه و به پایداری میرسم. این از این. بریم ادامه. پیوند یونی بین اتم‌های کلور و سدیم رو داریم اینجا مورد بحث قرار میدیم. خب همونجور که شما دارید اینجا مشاهده میکنید عزیزان، سدیم Na 11، یعنی 11 تا پروتون داره، 11 تا الکترون داره. پروتون 11، الکترون هم 11. ذره هست با بار خونسا. نگاه کنید اینجا رو، مثبت 11 تا پروتون. مثبت چون پروتون بارش مثبته، منفی چون الکترون بارش منفیه. منهای 11 شد 0، یعنی سدیم بار ندارد. خب وقتی رسمش میکنه میگه مدار اول 2 تا، مدار دوم 8 تا، مدار آخر 1 دونه. خب گفتیم فلز تمایل داره الکترون از دست بده. الان اینجا سدیم اگر این الکترون مدار آخرش رو از مدارش خارج کنه به قاعده هشتایی میرسه. نگاه کنید، بعد موقع اتم سدیم میشه یون سدیم. مدار اول 2 تا، مدار دوم 8 تا. حالا وقتی شد یون، مگه یه الکترون از دست نداده؟ پروتون برای یک نوع اتم همواره ثابت، میزان الکترون یکی کمتر شده. مگه تو خنثا 11 تا نبود؟ حالا میشه چند تا؟ میشه 10 تا. یه منفی هم پشتش میذاریم، یعنی الکترون بارش منفیه.
میشه مثبت 11 منهای 10 مثبت 1. مثبت 1 رو تو شیمی میخوام نشون بدم، میگم Ni یه بار مثبت. ساختار جدیدش رو رسم کردم، یه بار مثبت هم گذاشتم بالای سرش. حالا میریم سراغ نافلزمون که کلوره. گفتیم نافلز تمایل داره که الکترون بگیره. این یه دونه ای رو که سدیم از مدار خودش خارج کرد به تعداد الکترون های مدار آخر کلور اضافه میکنه. کلور 17 تا پروتون داره، 17 تا الکترون در حالت خنسا، یعنی مدار آخرش میشه 7 تا. اگه اون یه دونه سدیم رو بگیره میشه 8 تا، یعنی به قاعده 8 تایی میرسه. این یه دونه رو گرفت، ساختار جدیدش. ببینیم این قرمز رو، اگه الکترون های سدیم رو با قرمز نشون بدیم و الکترون های کلور رو با سبز نشون بدیم، این قرمز همون الکترونیه که سدیم از مدار آخرش خارج کرد، کلور اون رو وارد مدار آخر خودش کرد. دقت کنید ما فقط با مدار آخر کار داریم عزیزان. حالا این کلور دیگه کلور نیست، یون کلوریده، تبدیل به یون شد، شد یک ذره باردار. چرا؟ چون الکترون یه دونه گرفت. یه دونه الکترون گرفت، همواره پروتونش مقدار ثابت همون مثبت 17 هست، اما الکترونش دیگه یه دونه اضافه میشه، میشه منفی 18 تا. جفتشون الان به پایداری رسیدن. سدیم شد Ni یه بار مثبت، کلور شد Cl یه بار منفی. فلز و نافلز پیوند بینشون حتما یونیه، یعنی ذره ها باید یون باشن. کدوم بشه یون مثبت، کدوم بشه یون منفی؟ اونی که فلزه دوست داره از دست بده بشه کاتیون یا یون مثبت، اونی که نافلزه دوست داره بگیره بشه یون منفی یا آنیون. یه جدول داریم ما اینجا، این جدول رو نگاه کنیم. میگه تعداد الکترون در اتم سدیم چقدر بود؟ Na 11 بود. خب 11 تا پروتون، 11 تا الکترون، بله. یون سدیم یه الکترونش از دست داد، از 11 تا یه دونه کم شد. کلور بود Cl 17، 17 تا الکترون، 17 تا پروتون داشت، یه دونه از اتم سدیم الکترون گرفت، پس شد دیگه 18 تا. حالا بریم ببینیم تعداد الکترون در مدار آخر. دقت کنید مدار آخر بسیار برای ما مهم هست عزیزان. تعداد الکترون در مدار آخر به چه صورته؟ سدیم ساختارش هست 2 8 1، اون بالا هم داشتیم ساختارشو، میگم این مدار آخر 1. یون سدیم یه الکترون داد شد 2 8 8 تا، این مدار آخر. کلور بود 2 8 7 مدار آخر. یون کلور شد 2 8، یه دونه الکترون سدیم رو گرفت شد 8. حالا ببینیم آیا مدارها پر شدن؟ مدار اول اتم سدیم پر نبود، اما در حالت اول، اما یون شد وقتی یه الکترونش از دست داد، مدارش پر شد. آخرش آخرین مدار زمانی که از دست دادن یا گرفتن دیگه پر شد. اتم کلور مدار آخرش پر نبود، یعنی به قاعده 8 نرسیده بود، ولی وقتی یه دونه الکترون سدیم رو گرفت، بله مدار آخر پر شد. پس اساس این که ذره ها وارد واکنش میشن، به خصوص یکی فلز باشه یکی نافلز باشه، این هست فلز الکترون از دست بده، حتما نافلز الکترون بگیره، به قاعده 8 برسن. اگر به شما گفتن نوع پیوند رو مشخص کنین، اول نیاز هستش که ببینین فلز و نافلزه. اگر فلز و نافلز بود میگین که پیوند یونیه، ذره ها باردارن. قواعدش هم که خدمتتون گفتیم، یادتون نره ما با مدار آخر فقط سر و کار داریم، ما نه با مدارهای دیگه. خب بریم در ادامه یه پیوند یونی دیگر رو هم بررسی کنیم. پیوند یونی بین اتم‌های فلور و سدیم هستش. خب مجدد اتم سدیم رو داریم با همون ویژگی‌ها، یعنی 11 تا پروتون داره، 11 تا الکترون داره، در مدار آخرش یه الکترون داره.
فلز ما اینجا سدیم نافلزمون فلور هستش. خب میگم فلز و نافلز، فلز به علاوه نافلز حتما نوع پیوند یونیه. خب ذره بار مثبت من، کاتیون من حتما فلز است، ذره بار منفی من آنیون حتما نافلز هستش. خب بریم ببینیم این نوع پیوند چجوری قرار شکل بگیره، فلز نافلز یونی. خب فلز ما که سدیم هست تمایل داره الکترون از دست بده، یه دونه الکترون از مدار آخرش خارج میکنه، به قاعده هشتایی میرسه، مجدد میشه سدیم یه بار مثبت. یه بار مثبت نشون میده مثبت، الکترون از دست داده چند تا، اون یک نشون میده یه الکترون از دست داده. خب یه دونه رو میده به فلور، اتم فلور، اتم فلور 9 تا پروتون الکترون داره در حالت خنثا، یعنی هست 2 7، دوست داره به 8 تایی برسه، اگه یه دونه دیگه وارد مدار آخرش بشه این هفته میشه 8. فلور به آرزوش میرسه، دقیقا همین اتفاق میافته. فلور رو نگاه کنیم، این الکترون قرمز رفته وارد مدار آخره فلور شده و فلور رو به قاعده 8 تایی رسونده. فلور دیگه الان یونه، چند تا الکترون گرفته؟ یه دونه، پس میشه F یه بار منفی. فلور یه بار منفی، منفی یعنی الکترون گرفته، چند تا الکترون گرفته؟ عدد کنارش نشون میده که یک هست و ما یک رو نمینویسیم، میشه F یه بار منفی. ابتدا ما اینجا رفتیم با سدیمی که 11 تا پروتون داشت و 11 تا الکترون داشت کار انجام دادیم، شد 0 یعنی خنسا. همین اتفاق واسه فلور هم می افتاد، اما الان سدیم و فلور ما دیگه شدن ذرات باردار. یه نکته بسیار مهم، یک پیوند یونی یعنی پیوند بین فلز و نافلز از ذرات باردار درست شده. قرارمون این بود فلزه بارش مثبت، نافلزه بارش منفی باشه، اما ماحصل ترکیبی که به وجود میارن از نظر بار کاملا خنسا هست. پس پیوند یونی وقتی دارم یعنی فلز داریم به علاوه نافلز، به ما یک ترکیب یونی رو میده. ترکیب یونی شما از نظر بار خنثاست. یعنی چی از نظر بار خنثاست؟ به زبان ساده یعنی بالا سرش هیچ باری نداره، اما ذره های سازندهش بوده Na یه بار مثبت، فلور یه بار منفی. دقت کنین، یه مثال دیگه برای این موضوع میزنم. مثلا Na یه بار مثبت به علاوه Cl یه بار منفی میدهد NaCl. NaCl یک ترکیب یونیه، از پیوند یونی بین سدیم و کلر ایجاد شده، اما درسته ذره های سازندش باردار بودن، ولی وقتی وارد یک پیوند میشن و اون ترکیب اصلیمون رو به وجود میارن دیگه از بار خبری نیست. این قانون و قاعده فرمول نویسی پیوند های یونی رو شما انشاءالله در پایه دهم میخونین عزیزان. خب بریم ادامه بدیم. در ادامه مجدد من یک مثال دیگه براتون زدم در رابطه با منیزیوم و اکسیژن. با دیدن منیزیوم سریع میگم منیزیوم فلز، اکسیژن نافلز، پس پیوندی که بینشون وجود داره حتما از نوع یونیه و حتما فلز من که منیزیومه دوست داره الکترون از دست بده به قاعده 8 تایی برسه، نافلز تمایل داره اون الکترون ها رو بگیره تا به قاعده 8 تایی برسه. مجدد به شکلش نگاه کنین عزیزان، منیزیومی که 12 تا پروتون داره، 12 تا الکترون داره در حالت خنسا، مدل اتمی بارش رسم شده هست 2 8 2.
این دوتا رو بره از مدار آخرش خارج کنه به قاعده هشتایی میرسه. دوتا رو چیکار کنه؟ از اون طرف اکسیژن، اگه بخوام مدل اتمیشو رسم بکنم، هست 2-6. اکسیژن نافلزه، میگه من اگه دوتا دیگه الکترون بگیرم مدار آخرم میشه 8 تا، به قاعده هشتایی میرسم. پس هر آنچه الکترون منیزیوم میدهد و تبدیل به یک منیزیوم دوباره مثبت میشه، همون دوتا رو اکسیژن میگیرد و به او دوباره منفی تبدیل میشه. جفتشون هم به پایداری رسیدن. بریم یوناشون رو با هم ببینیم. یون منیزیوم، این دوتایی که از مدار آخر خودش خارج کرد، در مدار آخرش 8 الکترون داره، دوباره مثبتش رو اینجا گذاشتیم. و همچنین یون اکسید که اومد چه کار کرد؟ این دوتا الکترونی که منیزیوم داد رو به صورت رنگ دیگه، قرمز رو اینجا نشون دادم، وارد مدارش کرد و جفتشون به پایداری رسیدن. مجدد اینجا رو نگاه کنین عزیزان، اینجا رو نگاه کنین، ما منیزیوم اکسید داریم. منیزیوم اکسید از چی درست شده؟ از انجی دوباره مثبت و او دوباره منفی درست شده، میشه MgO. این یک ترکیب یونیه. ترکیب های یونی از نظر بار حتما خنسا هستن، حتما خونسا هستم. خب این شد اساس پیوند و ترکیب های یونی. حتما فلز و نافلز دارم. فلز الکترون از دست میده، نافلز الکترون میگیره، محصلش که میشه یک ترکیب یونی از نظر بار حتما خونساست. بریم شروع کنیم. ادامه. قانون پایستگی جرم. قانون پایستگی جرم چی میگه؟ قانون پایستگی جرم میگه مجموع جرم واکنش دهنده ها، همونایی که در سمت چپ هستن، با مجموع جرم فراورده ها، همونایی که در سمت راست یک واکنش قرار دارن، با هم برابر هستش. پس تعریف قانون پایستگی جرم لطفاً به خاطر بسپارید. بریم سراغ نکته بعد. در رابطه با یون سدیم در خون داره صحبت میکنه. ما در خون کاتیون های مختلفی رو داریم، اما مقدار یون سدیم از بقیه بیشتره. کارش چی هستش؟ در حالت محلول و موذاب رسانای جریان الکتریکی هست، چون که بارداره دیگه، درسته؟ و همچنین باعث ایجاد جریان در مغز، اعصاب، ماهیچه‌های بدن، به خصوص قلب میشه. پس کاتیون‌های مختلفی رو در بدنمون داریم. یکی از این کاتیون‌ها که مقدارش هم زیاده Na یه بار مثبت یا یون سدیم. کارش چی هستش؟ اینجا ما اومدیم کارش رو خدمت شما گفتیم. این وظیفه یون سدیم در بدن هستش. خب کاتیون بعدی که در بدن وجود داره Fe دوباره مثبت هست. آهن دوباره مثبت هستش. وظیفش چیه؟ گلبول های قرمز خون به دلیل داشتن آهن میتونن اکسیژن رو از شش بگیرن و به همه یاخته های بدن برسن. از طرف دیگه گاز کربن دی اکسیدی هم که تولید میشه از یاخته ها رو بگیرن و دوباره به شش ها برگردونن. ما برای ساخت هموگلوبین به چی احتیاج داریم؟ به یون آهن احتیاج داریم، یعنی به Fe دوباره مثبت احتیاج داریم تا این همه صحبتی که کردیم بتونه اتفاق بیفته در بدن ما. حالا افرادی که دچار کمخونی هستن، برای جبران کمخونیشون و کمبود آهنی که دارن، میان از قرص استفاده میکنن. قرص های آهن، کتاب شما یک نمونهش رو نام برده، فروسولفات هستش. همچنین ازشون خواهش میشه که غذاهایی مثل گوشت
جگر پروتئین رو بیشتر مصرف بکنن. پس علاوه بر دارو باید از غذاهایی که پروتئین بیشتری داره مثل جگر و گوشت هم بیشتر استفاده بکنن. خب بریم ادامه فصل 2. ما راجع به پیوندهای یونی صحبت کردیم، اینکه چه اتفاقی میفته تا ما یک ترکیب یونی که حاصل پیوند بین فلز و نافلز هستش رو داشته باشیم. اینجا تعریف پیوند یونی رو من اومدم براتون نوشتم. به جاذبه بین یون مثبت، کدومشون یون مثبت بود؟ فلزه. و یون منفی، کدوم منفی بود؟ نافلزه. پیوند یونی گفته میشه. حالا یک ترکیب یونی یه سری ویژگی ها باید داشته باشه که ما اینجا تیتروار و خلاصه اومدیم براتون نوشتیم. یک ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن یونای مثبت و منفیه، همون کاتیون و آنیون. این کاتیون و آنیون مگه یون با بار مخالف نیستن؟ یکی مثبت یکی منفی، پس به شدت همو میربایند. یون با بار مخالف به شدت همو میربایند. نکته بعد، ترکیب یونی از نظر بار کاملا خنثیه. چند تا مثال زدیم. ترکیب های یونی شکننده هستند و در اثر ضربه خورد میشن. در حالت جامد رسانا نیستند، باید در حالت محلول یا مذاب باشند که رسانا باشند. به این نکته خیلی دقت کنید. اگر در حالت جامد باشه اصلا رسانایی نداره، اغلب در آب حل میشن و همچنین حل شدن نمک در آب سبب تغییر در خواص فیزیکیشون میشه. نمک در حالت جامد رسانا نیست، اما زمانی که در آب حل میشه و به شکل محلول در میاد به یونهای سازندش یعنی Na یه بار مثبت و Cl یه بار منفی تفکیک میشه و وقتی من بار مثبت و منفی داشته باشم پس رسانایی هم دارم حتما. خب یه نکته اینجا گفتم خدمتتون. توی نکته شماره 7 ما گفتیم که حل شدن نمک باعث تغییر در خواص فیزیکی آب میشه. مثلا حل کردن نمک در آب مقطر چگالیش رو زیاد میکنه. مثلا اگر یه تخم مرغ سالم رو بندازیم درون آب شناور یا قوطه‌ور میشه، یعنی دیگه نمیره پایین، تهنشی نمیشه. به همین علت در دریاچه ارومیه و دریاهایی که خیلی شور هستن به راحتی میتونیم روی آب دراز بکشیم، چون چگالیشون از چگالی بدن ما خیلی خیلی بیشتره. این مال نکته شماره 7 دقت کنیم. خب بریم سراغ پیوندهای اشتراکی یا کووالانسی. ما الان گفتیم فلز و نافلز داشته باشیم حتما یونیه. حالا اگه جفتش نافلز بود چی؟ بعد یه نکته دیگه، الان نافلزا دوست داشتن الکترون بگیرند، که الان دوتا نافلز باشن پس کدوم الکترون از مدارش خارج بکنه اون یکی الکترون بگیره؟ اینا که جفتشون دوست دارن الکترون بگیرن، پس برای اینکه بخوان پایدار بشن باید چی کار کنیم؟ اینجا در پیوندهای اشتراکی نافلزها میان الکترون رو به اشتراک میذارن، پس وقتی اسم پیوند اشتراکی کووالانسی اومد میگم هست نافلزه به علاوه نافلز. و برای به پایداری رسیدن اشتراک میگذارن. چی رو؟ الکترون رو. اما توی پیوندهای یونی دو ستت رخ میداد. فلز الکترون از دست میداد، نافلز الکترون رو میگرفت. دو ستت به عبارتی رخ میداد. درسته؟ بریم اینجا رو با هم ببینیم. هنگام تشکیل مولکول ها اتم ها با
به جای داد و ستد، آقا داد و ستد مال چی بود؟ مال یونی بود. الکترون رو به اشتراک میذارن، تموم شد. قرار شد الکترون به اشتراک بذارن، یعنی دو تا نافلزه، یعنی پیوند اشتراکیه یا کووالانسیه، به طوری که در اثر این اشتراک هیچ کدوم الکترون از دست نمیدن یا به دست نمیارن، بلکه تعدادی از الکترون هاشون رو میرن به اشتراک میذارن. پس ما تا اینجا یه پیوند یونی داشتیم، فلز و نافلز، داد و ستد الکترون رخ میداد، فلز الکترون از دست میداد، نافلز میگرفت، به پایداری میرسیدن. اصل پایداریشون هم این بودش که به قاعده هشتایی برسن، یعنی در مدار آخرشون، حالا شماره مدار هر عددی که بود، هشتا دونه الکترون داشته باشن. این از این. میریم سراغ پیوندهای اشتراکی یا کووالانسی. دو تا نافلز کنار هم قرار میگیرن، دیگه خبری از داد و ستد نیست. اینجا برای اینکه به قاعده هشتایی برسن، الکترون هاشونو میذارن وسط، برای هم میذارن به اشتراک، و ترکیب هایی که به وجود میارن، اصطلاحا ما بهشون میگیم ترکیب های مولکولی. ویژگی ترکیب های یونی با ویژگی ترکیب های مولکولی خیلی متفاوته. برمیگردیم همون نکته اولی که گفتیم، نوع ذرات و پیوند ها هستند که ویژگی های یک ماده رو میسازن. خب بریم اینجا بگیم اینها که حالا یکی داد و ستد میکنه، یکی الکترون به اشتراک میذاره، الان از نظر ویژگی ها به چه صورت هستن؟ خب ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی، من برای که فراموش نکنی مینویسم، وقتی اسم یونیار یعنی فلز به علاوه نافلز، و وقتی اسم مولکولی میاد یعنی نافلز به علاوه نافلز. خب با انتقال الکترون تشکیل میشه، مولکولی اشتراک میذارن الکترون رو، نقطه ذوب و جوششون بالاست، به نسبت یونی ها مولکولی ها نقطه ذوب و جوششون پایین تره، اکثرا در آب حل میشن، اکثرا در آب حل نمیشن، در حالت محلول یا مذاب، جامد نه، محلول یا مذاب رسانا هستن، اما مولکولی ها اصلا رسانا نیستند. نیروی بین ذرات ترکیبات یونی به نسبت ترکیبات مولکولی چی هستش؟ یک کوچولو قوی تره. پس این شد ویژگی پیوندهای یونی که باعث ایجاد ترکیبهای یونی میشن، و پیوندهای اشتراکی که باعث ایجاد ترکیبهای مولکولی میشن. حالا که با اینها آشنا شدیم، فقط اینجا مونده که ما بریم پیوندهای اشتراکی رو ببینیم چطور الکترون به اشتراک میذارن، بر اساس چه قانون و قاعده‌ای میان الکترون‌ها رو به اشتراک میذارن. خب تعریف پیوند اشتراکی، وقتی دو تا نافلز کنار هم قرار بگیرن، یک اشتراک الکترونی بینشون رخ میده، اتم‌ها با هم ترکیب میشن، پیوندشون هم اشتراکیه. برای ما اینجا مثال زده شده اتم‌های اکسیژن و هیدروژن در مولکول H2O یا همون آب. خب میگه اکسیژن که هست O8، یعنی 2-6 به مدار آخر کار دارم، دوتا هم هیدروژن دارم، هیدروژن تک مدار است با یه الکترون، مدار اول ما فقط دو تا دونه ظرفیت الکترون داره، یعنی الان اگه هیدروژن یه الکترون دیگه بگیره به پایداری میرسه، چون تک مدار است، مدار اول فقط دو تا دونه ظرفیت داره. خب هر کدوم از هیدروژن ها میگن ما یه الکترون کم داریم تا به پایداری برسیم، اکسیژن هم میگه منم کلن دو تا دونه الکترون میخوام تا به پایداری برسم، چون 6 هستش، اکسیژن دوتا الکترون نیاز داره، هر کدوم از هیدروژن ها یه الکترون نیاز دارن. خب میرن به اشتراک میذارن، هیدروژن ها میگن ما از دار دنیا یه الکترونی که داریم و میذاریم وسط برات اکسیژن، دوتا هیدروژنیم، دوتا الکترون داریم، هر کدوممون یه دونه، کلن میشه دوتا. خب اکسیژن تو کامل شدی،
اکسیژن میگه که خیلی ممنونم، منم برای شما یه دونه الکترون میذارم تو قسمت اشتراک. قسمت اشتراک چه قسمتیه؟ قسمتیه که در آن الکترون ها رو ذرات به اشتراک میذارن و هرچی الکترون تو اون قسمت باشه برای همه اون ذرات شمرده میشه. اینجا رو نگاه کنید، الان این قسمت اشتراک هیدروژن و اکسیژنه، این هم میشه قسمت های اشتراکشون. اگه اتم اکسیژن قرمز باشه و اتم هیدروژن سبز باشه، اینجا رو ببینی، هیدروژن ها اتم هاش الکترون هاشون رو اومدن گذاشتن وسط، اکسیژن هم گذاشت براشون وسط. در قسمت اشتراک هر هیدروژن یه دونه الکترون هم داره دنیاشو گذاشت وسط و اکسیژن هم به هر کدومشون یه دونه داد. الان میخوام برای هیدروژن رو بشمارم، میگم این هیدروژن با این دوتا تکمیل شد، این هیدروژن با این دوتا تکمیل شد. حالا اینجا رو نگاه کنی، میخوام برای اکسیژن رو بشمارم، میگم 1 2 3 4 قسمت های اشتراک ازش نمیذارم، برای جفتشونه 5 6 7 8 بفرما، اکسیژن هم کامل شد و مولکول آب یا H2O که بر اساس پیوند اشتراکی یا کووالانسی بین اکسیژن و هیدروژن بود به وجود اومد. حالا ما میگیم هر جفت الکترونی که میذارن وسط تو قسمت اشتراکی، هر جفتی که میذارن وسط رو با یه خط پیوند نشون میدیم. یعنی عملا اینجا من میتونم به جای این شکل بیام از خطوط پیوند استفاده کنم. به این الکترون هایی که در قسمت اشتراک قرار گرفتن میگن جفت الکترون پیوندی، و وقتی این شکل رو میبینم میگم 100% یک پیوند اشتراکی یا کووالانسی هستش. این اساس به وجود اومدن پیوند های اشتراکی یا کووالانسی. خب بریم یه مثال دیگه بزنیم برای اتم های کربن و هیدروژن در متان. یعنی چی؟ یعنی CH4 یه دونه کربن دارم 4 تا هیدروژن. برای اینکه کارمون راحت تر بشه فقط مدار آخرشون رو اومدیم براتون کشیدیم. کربن 4 تا الکترون در مدار آخرش داره، هیدروژن هم هر کدوم یه دونه دارن. کربن میگه من 4 تا الکترون تو مدار آخرم دارم، نیاز دارم 4 تا دیگه داشته باشم تا به قاعده 8 برسم. هیدروژن هم میگن که ما مدار دنیا هر کدوممون یه دونه داریم، یکی دیگه داشته باشیم کامل میشیم. چیکار کنیم بتونیم همو کامل کنیم؟ کربن میگه من که 4 تا دارم، خب تو قسمت اشتراکمون میام دونه دونه به شما هیدروژن ها الکترون میدم، به اشتراک میذارم. خب من 4 تا دارم، شما هم که 4 تا این، الان دیگه هیدروژن ها کامل شدیم دیگه. هیدروژن ها میگن خیلی ممنون، ما هم میاییم اون یه دونه ای که داریم از دار دنیا هر کدوممون، ما الکترون رو میذاریم تو قسمت اشتراک که هم برای ما شمرده بشه هم برای تو کربن شمرده بشه. اینجوری هم هیدروژن ها به پایداری میرسن هم کربن پایدار میشه. شکل رو میبینیم الان الکترون های کربن رو داریم با قرمز نشون میدیم. اول کربن اومد اینجا الکترون هاش رو کجا گذاشت؟ در قسمت اشتراک گذاشت که برای جفتشون شمرده بشه. بعد هیدروژن گفتش که خب من الان نامردیه که برم الکترونم که سبز رنگ هستش رو مدارم بذارم، منم میام در قسمت اشتراک میذارم که کربن تو رو هم کامل کنیم. 4 تا هیدروژنیم 4 تا میذاریم وسط، خودت هم 4 تا الکترون داشتی میشه 8 تا، تکمیل میشی. شکل رو الان داریم میبینیم، بشماریم برای کربن رو بشماریم، میگم 1 2 3 4 5 6 7 8. چرا همه رو شمردی؟ چون همه تو قسمت اشتراکه. برای هیدروژن رو میشمارم، میگم 1 2، بفرما این هیدروژن کامل شد، 1 2 این هیدروژن کامله. دقت کنید هرچی الکترون تو قسمت اشتراکه برای جفتشون شمرده میشه. به اینا چی میگیم؟ میگیم جفت ای پیوندی، ای یعنی الکترون. چند تا پیوند اشتراکی یا کووالانسی داره؟ میگم 4 تا. 4 تا قسمت اشتراک داره، یعنی 4 تا پیوند داره. پس این هم شد اساس کار پیوندهای اشتراکی یا کووالانسی عزیزان.
خلاصه و جمع‌بندی فصل 3 شیمی پایه 9. ابتدا بریم با مفهوم چرخه آشنا بشیم. چرخه مجموعه ای از تغییرهاست که به طور مداوم و پیوسته ادامه پیدا میکنه و هیچگاه هم تغییر نمیکنه، به پایان نمیرسه، بارها و بارها هم تکرار میشه. پس لطفاً تعریف چرخه رو به خاطر بسپارین عزیزان. یکی از این چرخه ها چرخه کربن هستش. در این چرخه تغییرهای گوناگونی در هواکره، سنگکره و آبکره رخ میده و کربن به شکل کربن دیوکسید یعنی CO2 یا تولید میشه یا مصرف میشه. اما در حالت کلی مقدار کربن در مجموع ثابته. اما هر تغییری در این چرخه میتونه این مقدار کربن دیوکسید رو در هوا تغییر بده و مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه. بریم یه نگاهی به چرخه کربن بندازیم. در این چرخه ما کربن رو هم ذخیره شده در هواکره داریم، هم در جانداران و هم در آب، خاک و سوختهای فسیلی داریم. این ذخیره های کربن که در قسمت های مختلف هستند همگی با هم در ارتباط هستند. کم و زیاد شدنشون توی هر قسمت روی قسمت های دیگه تأثیر میذاره. چرخه است. در چرخه هر کدوم از عوامل هر کاری رو که انجام بدن، هر وظیفه‌ای که دارن رو انجام بدن، روی قسمت‌های دیگه هم تأثیر میذاره، روی عملکرد قسمت‌های دیگه هم تأثیر میذاره. این شکل رو نگاه کنیم. در این شکل ما یک قسمت یک رو داریم، سوزاندن سوخت‌های فسیلی. سوزاندن سوخت‌های فسیلی حجم بسیار زیادی CO2 رو وارد هوا می‌کنه. قسمت 2، انسان و جانوران هستن که گیاهان رو مصرف می‌کنن و همچنین فتوسنتز. خب این قسمت 2 و 3 یعنی فتوسنتز و اینکه گیاه و انسان و جانور و گیاه میاد کربن دی اکسید رو مصرف می‌کنه در چرخه طبیعی کربن هستن. اما مرحله 1 که مقدار زیادی CO2 رو به طور ناگهانی وارد محیط میکنه در چرخه طبیعی کربن وجود نداشته. لطفاً این رو به خاطر بسپارین. پس قسمت 1 که سوزاندن سوختهای فسیلی هست به طور طبیعی در چرخه کربن وجود نداره، چون حجم خیلی زیادی CO2 رو وارد هوا میکنه و عملاً روی قسمت‌های دیگه چرخه کربن هم تأثیر منفی خودش رو میذاره. خب سوختهای فسیلی همگی دارای کربن هستن، پس در اثر سوختنشون مقدار زیادی CO2 یا کربن دیوکسید رو وارد هوا میکنن. سوختهای فسیلی مثل زغال سنگ، نفت، گاز، همگی ترکیبات کربن دار رو دارن. نتیجه افزایش CO2 یا کربن دیوکسید در هوا گرم شدن زمین، آلودگی هوا، جابجایی فصلها، ذوب شدن یخها و غیره هستش. لطفاً نتایج افزایش CO2 در هوا رو که ناشی از سوزاندن بیش از حد سوختهای فسیلی هستش رو به خاطر بسپارین عزیزان. خب بریم ادامه. در رابطه با نفت خام دقت کنید، نفت خام مایعی غلیظ و سیاه رنگه که از مخلوط صدها هیدروکربن درست شده. نفت خام در زندگی امروز ما کاربردهای خیلی گوناگونی رو داره. در صنعت حمل و نقل به عنوان سوخت برای کشتی‌ها، خودروها، هواپیماها استفاده میشه. لوازم آرایشی بهداشتی، صنایع غذایی و همچنین صنایع کشاورزی بسیار مورد استفاده هستش. نکته بسیار مهم این هستش که به طور میانگین ما فقط 4/5 رو داریم صرف سوختن و تأمین انرژی میکنیم.
و فقط یک پنجمش رو صرف تولید مواد سودمند یا فراورده های سودمند میکنیم. بسیار نفت ماده ارزشمندی هست. با این درصد و مقدار کم یک پنجم ما داریم یک عالم فراورده های جدید تولید میکنیم و چهار پنجمش رو داریم صرف تأمین انرژی میکنی. لطفا این رو حتما به خاطر بسپاری که چهار پنجمش صرف سوختن تأمین انرژی میشه، یک پنجمش صرف تولید فراورده های نفتی یا فراورده های سودمند میشه. نفت خام مخلوطی از سطح ترکیب به نام هیدروکربونه. زمانی که اسم هیدروکربن به گوشتون خورد، یعنی هیدروژن و کربن، توی هر ترکیبی که کربن و هیدروژن وجود داشته باشه اسمش هست هیدروکربن. ساده ترین هیدروکربن متان هست با فرمول CH4. بریم سری هیدروکربن ها رو با هم نگاه کنیم. اینجا هیدروکربن ها دستبندی های مختلفی دارن. آلکان هست، آلکن هست و آلکین، که هر کدوم فرمول عمومی مخصوص خودشون رو دارن. ما اینجا آلکان ها رو میریم بررسی میکنیم با فرمول عمومی CN2N2. این تعداد کربنه، به این عدد بده و برو آلکانت رو بساز. اینجا رو ببینیم، این رو میدم 2 میشه C2H2N2، یعنی 2 ضرب در 2 = 4 / 2 میشه 6. C2H6 اسمش چیه؟ اتان هست. اسامی آلکان ها متان، اتان، پروپان، بوتان و غیره رو تا شماره 10 نوشتیم. همچنین بیکوزان که برای تعداد کربن شماره 20 هست رو هم چون توی کتاب اومده فرمولش رو براتون آوردیم. تمام اینها از فرمول عمومی CN2N2 پیروی میکنند. مقدار N میشه زیروند کربن شما. اینجا رو نگاه کنید، مقدار N شد زیروند کربنتون. پس مقدار N تعداد کربن رو هم مشخص میکنه. در هیدروکربن ها یک سری قوانین وجود داره که بسیار هم مهمه. هیدروکربن یعنی از کربن و هیدروژن درست شده باشه. در هیدروکربن ها هر چقدر تعداد کربن ها بیشتر بشه، نیروی ربایش بین ذرات بیشتر میشه. با افزایش نیروی ربایش بین ذرات نقطه جوش هیدروکربن هم بالاتر میره. پس اگر به ما دوتا هیدروکربن دادن، گفتن کدوم نقطه جوش بالاتری داره، میرم به تعداد کربن ها نگاه میکنم. اونی که تعداد کربنی بیشتری داره میگم در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن نیروی ربایش بین ذرات بیشتر میشه، نقطه جوش هم بیشتر میشه. نیروی ربایش بین ذرات بیشتر بشه، یعنی ذرات با شدت بیشتری همو میربایند. وقتی یه ذره با شدت بیشتری ذره کناریش رو جذب بکنه، برای این که من بخوام اون رو به جوش بیارم باید مقدار انرژی بیشتری بهش وارد کنم، پس نقطه جوشش میره بالا. یه نکته دیگه تو هیدروکربن ها، در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن نیروی ربایش بین ذراتشون زیاد میشه. وقتی نیروی ربایش زیاد میشه، هیدروکربن شما سخت تر جاری میشه. آیا عکس این هم صدق میکنه؟ میگیم بله، در هیدروکربن با افزایش تعداد کربن ها گفتیم نقطه جوش میره بالا، حالا اگه تعداد کربن بیاد پایین نقطه جوش هم میاد پایین تر.
و اگر تعداد کربن مقدارش بیاد پایین و کمتر بشه، هیدروکربنتون راحت تر هم جاری میشه. پس تعداد کربن مبناییه برای اینکه بگی نقطه جوش هیدروکربنت بالای یا پایینه، همچنین راحت جاری میشه یا سخت‌تر جاری میشه. اینجا نوشتیم هر چقدر تعداد کربن بیشتر، هیدروکربن بزرگتر، جرمش هم بیشتر، ربایش بین مولکول‌ها بیشتر، نقطه جوش میره بالا، جاری شدن سخت میشه. عکسش، هیدروکربن داشته باشی کربنش کمتر باشه، نیروی ربایش کمتره، در نتیجه نقطه جوش پایین‌تر، راحت‌تر هم جاری میشه. خب این نکات رو راجع به هیدروکربن لطفاً حتما به خاطر بسپاریم، چون الان میریم جداسازی اجزای نفت. جداسازی اجزای نفت دقیقاً بر اساس همین ویژگی‌های هیدروکربن کار میکنه. خب بریم اینجا رو با هم ببینیم. دستگاه تقطیر. از دستگاه تقطیر برای جداسازی دو مایع که اختلاف در نقطه جوش دارن استفاده میکنم. مثلا یک ماده A دارم و یک ماده B دارم. A توی 100 درجه به جوش میاد، B توی 150 درجه به جوش میاد. توی این بالون تهگرد میریزم، یه دماسنج میذارم، بهش شروع میکنم گرما دادم. دماسنج عدد 100 رو نشون داد، میبینم بخار داره اینجا ایجاد میشه. بخار میاد وارد این محفظه میشه. توی این محفظه بخار که داره از این لوله عبور میکنه، اطرافش آب سرد جریان داره. بخار سرد میشه، تبدیل به مایع میشه، اینجا ریخته میشه توی ظرف. خب میگم توی 100 درجه من بخار دیدم، پس این اون مایعی بود که در 100 درجه به جوش اومد. الان ته ظرفم چی مونده؟ فقط اون مایع این مونده که در دمای 150 به جوش می اومده. من اینطوری به راحتی تونستم چیکار کنم؟ دوتا مایع رو از هم جدا بکنم. خب پس دو مایع که اختلاف نقطه جوش داشتن رو از هم جدا کردیم. در ادامه طبق همین موضوع میخوام برم هیدروکربن های موجود در نفت خام رو جدا سازی کنم. اما یه موضوعی وجود داره. در این نفت خام که صدها هیدروکربن وجود داره، یه سری هیدروکربن ها هستن که نقطه جوش نزدیک به هم رو دارن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اصطلاحا ما میاییم از یک برج جداسازی اجزای نفت استفاده میکنیم، برج تقطیر بهش میگیم. این برج شامل یک سری برش ها میشه، این برش ها که بهش میگن برش های نفتی. به چه صورت هست؟ نفت رو تا دمای 400 درجه گرما میدم. تا برسه به اون 400 درجه آروم آروم هیدروکربن ها شروع میکنن به نقطه جوش رسیدن و بخار شدن. اولین هیدروکربن هایی که بخار میشن میرن بالا، از این برش های بالایی خارج میشن. اونایی هستن که سبکترن، نقطه جوششون کمتره، تعداد کربنشون کمتره، هی دما میره بالاتر بالاتر بالاتر، میرسه به هیدروکربن هایی که تعداد کربنشون بیشتر هست، پس نقطه جوششون هم بالاتره. پس ما در یک برج تقطیر وقتی اینو نگاه میکنیم، از بالا به پایین تعداد کربن ها زیاد میشه، نقطه جوش زیاد میشه. هرچی میرم بالاتر از رنگش هم مشخصه، تعداد کربن کمتر، نقطه جوش پایینتر. برش های بالایی هیدروکربن هایی هستن که زودتر به نقطه جوش رسیدن. وقتی زودتر به نقطه جوش برسه یعنی چی؟ یعنی تعداد کربن هاش کم بوده دیگه، نقطه جوشش پایین بوده. برش های پایین تر اون هیدروکربن هایی بودن که دیرتر به نقطه جوش رسیدن، مثلا تو دمای 300 درجه رسیدن، تو 350 درجه رسیدن به طور مثال. پس تعداد کربن ها توشون بیشتر بوده، نیروی ربایش بیشتر، نقطه جوش بالاتر.
وقتی این شکل رو نگاه میکنم چند تا نتیجه گیری میتونیم داشته باشیم. از بالا به سمت پایین و از پایین به سمت بالا. در برش های بالایی نقطه جوش کمتره، راحت تر جاری میشن چون تعداد کربن کمتره. در برش های پایینی نقطه جوش بالاتره، تعداد کربن ها بیشترن، سخت‌تر هم جاری میشه. به عبارتی از بالا به پایین تعداد کربن زیاد، نیروی ربایش زیاد، پس نقطه جوش میره بالا، سخت‌تر جاری میشه. از پایین به سمت بالا تعداد کربن کمتر، نقطه جوش کمتر، راحت‌تر هم جاری میشه. چند تا برش داریم؟ 8 تا برش داریم. این برش آخری بهش میگن تهمانده. اینو برشی هستش که دیگه یه عالم گرما دادن اما اون هیدروکربن ها انقدر سنگین هستن به نقطه جوش نرسیدن، نقطه جوش فوق العاده بالایی دارن که در مواردی مثل قیر و آسفالت ازش استفاده میشه. این برش های نفتی همونطوری که میبینین مثلا زده 1-4 کربن، 3-5 و الی آخر. تعریف برش های نفتی به این صورته: هر برش نفتی ازش مجموعه از هیدروکربن ها که نقطه جوش نزدیک به همی رو دارند خارج میشوند. پس از هر کدوم از اینها مجموعه از هیدروکربن ها خارج میشه که نقطه جوش بسیار نزدیکی به هم رو دارند. پس شد ما در این برج 8 برش نفتی داشتیم. از برش ها به این صورت شماره گذاری میشن: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8 که به برش آخر ما برش تهمانده هم گفته میشد. عزیزان، هر آنچه که در رابطه با جداسازی اجزای نفت مهم بود رو خدمتتون گفتم. خب این قسمت داره بهتون میگه برج تقطیر چه کاری رو انجام میده. برج تقطیر با گرما دادن به نفت اجزاش رو جدا میکنه. در کل 8 برش داره که گفتیم به برش آخر برش تهمانده گفته میشه. بریم بالاتر. این برش های نفتی که 8 برش هستن، از آنجایی که دمای جوش اجزای سازنده نفت خام به هم نزدیکه، ما نمیتونیم خیلی راحت همه اینها رو جدا سازی و تفکیک کنیم، بلکه به صورت مخلوطی از هیدروکربن هایی که نقطه جوش نزدیکی به هم دارن میشه جدا سازی کرد. اینجا کاملا این نکات خدمتتون گفته شده. هر یک از این مخلوط ها رو یک برش نفتی میگن. پس من از برش نفتی مخلوطی از هیدروکربن ها رو دارم که نقطه جوش نزدیک به هم رو دارم یا تعداد کربن هاشون به هم نزدیک هست. پس فراموش نشه، کربن زیاد بشه، نیروی ربایش بیشتر میشه، نقطه جوش بالا، سخت‌تر جاری میشه. در یک برج تقطیر از بالا به پایین تعداد کربن زیاد میشه، نقطه جوش پایینیا بیشتر نسبت به بالایی ها. به ادامه در رابطه با اتن. فرمول اتن هست C2H4. گاز اتن یک گاز بیرنگه که به طور طبیعی توسط برخی از میوه ها مانند گوجه فرنگی و موز آزاد میشه و باعث رسیدن میوه ها میشه. خب این از گاز اتن. حالا بریم ببینیم پلی اتن چی هستش. در رابطه با پلی اتن یا واکنش بسپارشی شدن یا پلیمری شدن میخواییم بریم الان صحبت کنیم. بسیار این قسمت مهمه. خب بریم اول از همه از روی شکلی توضیحی رو خدمتتون بدم. ما اینجا یه سری مولکول داریم، مولکول های کوچیک بهشون گفته میشه. ته یک تغییر و یک واکنش شیمیایی درشت مولکول درست شد.
ما در فصل یک با هم دوره و مرور کردیم. درشت مولکول‌ها مولکول‌هایی بودند که از یک زنجیره بلند و از اتصال چندین مولکول کوچک به هم به وجود اومدن. این مولکول‌های کوچک طی یک تغییر شیمیایی به هم متصل شدن، این زنجیره بلند رو یا درشت مولکول رو به وجود آوردن. به این واکنش که مولکول‌های کوچک در آن طی یک تغییر شیمیایی به درشت مولکول تبدیل میشن رو واکنش بسپارشی شدن یا پلیمری شدن میگن. پس شد واکنش پلیمری شدن یا بسپارشی شدن. حالا اینجا رو نگاه کنیم، بریم راجع به اتن صحبت کنیم. میگه اگه من این مولکول‌های کوچک رو اتن در نظر بگیرم، یعنی سی دو هاش چهار در نظر بگیرم که چند تا هستن و کنار هم قرار گرفتن، روی این پیکان بنویسم طی یک تغییر شیمیایی یک درشت مولکول یا یک زنجیره رو به ما میدن. اینجا رو ببینیم، با همون شکل اول میخوام اینو بهتون بگم، اینا همون دایره ها هستن که طی یک تغییر شیمیایی به این زنجیره بلند تبدیل شدن. خب الان مولکول کوچک ما چی بودش؟ اتن بود، تبدیل شد به درشت مولکولی به نام پلی اتن. به این واکنش میگن واکنش بسپارشی شدن یا پلیمری شدن اتن، چون بلا سر اتن اومده. اتن مولکول کوچیک بوده، الان شده یک درشت مولکول. حالا یه اتفاقی داره اینجا میفته، به این صورت هستش که کربن ها با هم در سی دو هاش چهار پیوند های دوگانه دارن. کربن ها برای اینکه بتونن به هم متصل شن و یک زنجیره رو ایجاد کنن، باید این کربن های مجاور با هم پیوند برقرار کنن. از اونجایی که کربن ظرفیتش چهاره و عملا چهار خط باید بهش برسه، اگه من بیام اینجا یه خط بکشم میشه پنج تا خط و اشتباه هست و من حتما نیاز دارم که این کار رو انجام بدم تا بتونم این درشت مولکول و این زنجیره رو داشته باشم. کربن ها میگن، هیدروکربن ها میگن ما برای اینکه بتونیم به درشت مولکول تبدیل شیم، بریم پیوند دوباره بینمون رو بشکنیم، کربن ها تبدیل به پیوند یگانه کنیم. دقیقاً اتفاق اینجا میفته، این پیوند دوگانه بین کربن ها شکسته میشه، میشه یگانه. اون یه پیوندی که شکسته شده جای این به علاوه رو میگیره و میشه پیوند بین این دوتا کربن مجاور هم. دقیقاً الان این پیوند بینشون دوگانه بود، شکسته شد. الان که پیوند بینشون شکسته شد، شد یکگانه. این پیوند یگانه، یه پیوندمون رفت بین دو تا کربن‌های مجاور، به علاوه دیگه وجود نداره، جای اون به علاوه یه پیوند جاش رو گرفته. پس خلاصه رو بخوایم بگیم، واکنش پلیمری شدن یا بسپارشی شدن واکنشی هست که در آن مولکول‌های کوچک طی یک تغییر شیمیایی به درشت مولکول تبدیل میشن. واکنش پلیمری شدن اتن یعنی تبدیل اتن به پلی اتن، یعنی مولکول‌های کوچک اتن طی یک تغییر شیمیایی بشن درشت مولکول یا همون پلی اتن. و برای اینکه این اتفاق بیفته، حتما نیاز هست که پیوندهای دوگانه بین کربن‌ها شکسته بشه، بشه یگانه، علامت جمع از بین بره، این کربن‌ها که کنار هم هستن بینشون یه پیوند یگانه رخ بده که بتونن به هم متصل بشن و درشت مولکول رو به وجود بیارن. حالا این تا سی دو هاش چهار، یعنی یه عالمه مولکول کوچیک سی دو هاش چهار به علاوه هم بشن، یه دونه مولکول بزرگ میدن به همون که چی هستش؟ سی دو هاش چهار N. این N وقتی ضریب میاریم پایین قرار میگیره، یعنی چی؟ یعنی یک مولکول واحد رو درست کردن، یک درشت مولکول رو دیگه اینجا
درست کردم. برای همین هستش که این نمادها رو شما میبینید. خب از پلی‌اتن چه استفاده میشه؟ از پلی‌اتن برای تولید پلاستیک ها استفاده میشه. اینم از این. خب واقعش پلیمری شدن یا بسفارشی شدن بسیار مهم هستش. در ادامه میخوایم بریم ببینیم که اگر ما یک سوخت فسیلی، یعنی سوخت هایی که توشون کربن دارن رو بسوزونیم، فراورده چه خواهد بود؟ مثلا ما اینجا داریم CH4 رو متان هستش رو میسوزونیم، یعنی در مجاورت مقدار کافی گاز اکسیژن و گرما، حتما فراوردش CO2، بخار آب و مقداری انرژی هستش. به این سوختن میگن سوختن کامل، در مقدار کافی O2 میسوزد. اگر مقدار اکسیژن کافی نباشه، علاوه بر این فراورده ها ما کربن مونوکسید هم داریم، همون مرگ خاموشی که میگن. همیشه میگن بخاری ها رو چک کنید. در پایه 8 شما این مطلب رو خوندید. پس ما اینجا داریم واکنش متان با اکسیژن رو مورد بررسی قرار میدیم. سوختن سوخت های فسیلی هستش، بسیار مهمه. البته سوختن کامل هست، فراورده این حتما CO2، بخار آب و گرما و نور و اون انرژی هستش که آزاد میشه عزیزان. خب ببین در ادامه میزان آلایندگی منابع تولید برق که همون تولید کننده کربن دی اکسید هستن رو ببینیم. زغال سنگ بیشترین، بعد نفت، بعد انرژی خورشید، گرما و سپس باد هستش. فواید پلاستیک. پلاستیک ارزان قیمته، استحکام بالایی داره، عمر طولانی رو هم داره. خب جنبندی 3 فصل شیمی پایه 9 به پایان رسید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان.